بسم الله الرحمن الرحیم دکتر بابری باز هم آذر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 489 که عبارت از تراپویتیک هایپوتر میاد در مریضان کاردیک ارست می باشه خدمت ام مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق سایت فیسبوک و یوتیوب دکترس فار افغانستان تقدیم نمایم امیدوار هستم که مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد اما مسلکان عزیز و گرامی السلام علیکم مطالب تدریسی که از طریق این سایت خدمت شما تقدیم میگردد از منابع محتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان میکنیم و از شما خواهشمندیم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان امرای ما امکاری نماید. سبب مراجعه مریض آلت عدم شعوری تشکیل میتهد تاریخچه مریض برای ما می میکنه که یک مریض 69 ساله می باشه سابقه هایپرتنشن دیابتیس و همچنان لیور سیروزیس می داشته باشه مریض در عقب شترینگ موتر به یک آلت ان ریسپانسیف می آفن. سی پی آر در نزد مریض برای ده دقیقه ادامه پیدا می کنه. مریض انتوبیت می کنن به نزد شما در امرجنسی روم می آرن. همچنان برای مریض ایوی فلوید، اپنفرین، اتروپین و وازوپرسین تزریق می کنن. فشار خون مریض در امرجنسی روم اشتاده بر پینجا یعنی پایین می باشه. آی جی سنترال لاین در نزد مریض داخل شده لیو به مریض چالان میکنن. امچنان همچنان بالای مریض پروتوکول هایپوترمی ها را تدبیق می کنن. ریویو سیستم در این وقت نزد مریض گرفته شده نمیتانه از نقطه نظر پس مدیکل هستری مریض سابقه هایپرتنشن دابیدیس و لیور سیروس از خاطر هستری آف الگولیزم می داشته باشه سارجیکل و فامیلی هستری در نزد مریض انرمارکبال می باشه از نقطه نظر سوشال هستری مریض سابقه الکولیزم می داشته باشه ادویه که مریض استفاده می کنه عبارت از گلیپزاید میتفارمین املودپین می مریض آلرژی نداره از نقطه نظر فیزیکال اگزامنیشن یک شخص نسبتا موسن می باشه انتوبیت شده ان ریسپانسیو یا در یک حالت کوماتوس قرار داره و تنبعات دردناک جواب نمیگه وایتل ساین مریض برادی کاردیا حرکات قلب مریض 54 در یک دقیقه می باشه تمپرچر مریض 93 دیگری فارنهایت یعنی هایپوترمیا می داشته باشه در های مریض bilateral diffuse راست بیشتر به طرف راست شنیده میشه در ماینات بطنی مریض mild distension و hypoactive bowel sound می داشته باشه در اطراف سفلی مریض جنرالایز اودیما دیده میشه همچنان در ماینات عصبی مریض unresponsive کورنیل رفلکس هم موجود نمی باشه بقیه ماینات فیزیکی در نزد مریض نگتیف می باشه. ماینات لابراتوری مریض در نزد مریض یک انیمیا هیمگلوبین مریض 11.8 در بی ایم پی مریض هایپوناتریمیا سودیم مریض 106 هایپوکلوریمیا کلوراید مریض 76 متابولیک اسیدوس بایکاب مریض 18 گلیسیمیا یعنی شکر خون مریض 265 بلند می باشه پرو بی پی مریض هم 3300 بلند می باشه arterial بلاد gas مریض 7.08 اسیدیمیا PSU2 مریض 59 respiratory اسیدوز، metabolic اسیدوز و همچنان های gradient hypoxemia می داشته باشه الکتروکاردیوگرام مریض جنکشنال ریتم و برادیکاردیا می داشته باشه چست اکسری مریض اگر توجه کنین مریض پولمونری ادما کاردیو میگالی همچنان ایتی تیوب با پراپر پوزیشن سنترال لاین آی جی لاین به طرف راست مریض دیده میشه اسیسمن و پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم کاردیک ارست استاتوس پو سی پی آر بر دادقه انوکسیک انسفالوپاتی می باشه. البته مریض در سی یونت یونیت بستر می پروتکل هایپوترمیا را در نزد مریض تطبیق می کنند همچنان در نزد مریض سیریل ای کی جی و تروپونین فرستاده می شه. البته در این وقت نزد مریض بیتا بلاکر داده نمیشه به خاطر که مریض برادیکاردیا و جنکشنال ریدم می داشته باشه همچنان از خاطر جی آی بلید به خاطر که مریض کافی گراند در انجی تیوب سکشن می به مریض پی پی آی یا نیکسیوم آی وی پی باک بی آی دی توصیح می البته سی بی سی مریض هر چار ساعت بعد در نزد مریض مانیتور می کنند. همچنان مریض سویر الکترولایت ام بالانس می داشته باشه. البته به مریض هایپرتونیک سلین 3% اشتاد امل در یک ساعت چالان می اگر که مریض لیور سیروس سکندری تو کرونیک الکوحولیك لیور دیزیز می داشته باشه به مریض تام فولیک اسید هم توصیه میشه دیپ ونتامبوس پروفلاکسیز به صورت وینو بود در نزد مریض توصیه می گرده. البته باید به خاطر داشته باشین که مریض ما یک مریض 69 ساله می باشه سابقه هایپرتنشن دیابیت کرونیک لیور سیروس سکندری تو کرونیک الکوحولیزم می داشته باشه البته مریز به یک حالت انرسپانسیف متاقب کارد یک ارست میافن نزد مری سی آر بر ده انجام میشه همچنان مریض ترپویتیک هایپوترمیا میا پروتوکولش بالایش تدبیق میکنن بیاین ببینیم که دکتر جوان ما در باری ترپویتیک هایپوترمیا کدام نقاط یا مرواریت ها را بر ما جمع آوری کرده می باشد. البته باید به خاطر داشته باشیم که متعاقب کاردیک ارست مریضایی که ریوایو می کنن معمولا اکثریت از اینا نیورولوجیکل انجوری می داشته باشن که در مرتلتی و مربیدیتی از اینا رول فوقلاده امدر بازی می کنن. همچنان مطالعات نشان میده که اگر در ساعات اول کاردیک ارست این مریضا را در یک پروتکل هایپوترمیا داخل کنیم یا اینا را درجه حرارت شنا بین 32 تا 34 درجه سانتیگرید برای 12 تا 24 ساعت اول بیاریم البته اینمی تخریبات و اینجوری دماغی را در نزد مریضا پروتکت میکنه فایده بیشتر مریضایی هز ترپویتیک هایپوترمیا می گیرند که اینیشل رتمشان وی ویتک و اسیستولی باشه. انکلوژن کریتیریا برای ترپویتیک هایپوترمیا قرار زایل می باشه. پوست کاردیک ارست، همچنان ریتورن آف اسپانتنس سرکولیشن ویدن 30 دی منت در مریضایی که اینیشل ریتمشان ویفپ، وی تک و اسستولی می همچنان مریضایی که دیپ کوماتوز می باشن یعنی جی سی اس سکورشان کمتر از شش می باشن اما تایم یا شروعی هایپوترمیا باید در ظرف کمتر از چهار ساعت ریتورن آف اسپانتنس سرکولیشن باشه اکسکلوژن کریتیریا برای ترپویتیک هایپوترمیا مریضایی که رسپانسیف می داشته باشن مریضایی که اپسنس برین ستیم فانکشن می داشته باشند البته مریضایی که ترمینال ایلنس می داشته باشن, باشن خانمای عامله مریضایی که دی و دی می باشند مولتی ارگن فیلر ان کنترولد بلیدینگ ریکرن وی و ویتک با وجود اپتیموم و همچنان مریضایی که انتوبیت شده نمیتونن میتود های مختلف ایپوترمیا در شفاخانه ها استفاده میشه. معمولا ها در انتنسیف یونیت بستر میشن تو لارج سایز آی وی لائن در نزد مریض انسرت میشه. همچنان بیس لاین مریض ها تعیین شده متاقبا در حدود دو تا سه لیتر نامسلین سلین که درجه ارارتش چار تا پنج دگری آف سانتیگرید یعنی قبلا درجه ارارت نامسلین در رفریجیتور پایین آورده میشه. ای مایات در ظرف 50 دقیقه در نزد مریض ها تزریق می کنند البته در اینجا بر شما ماشین هایی که به نام کولینگ سرفیس یاد میشه نشان میده ای هم یک شکل دیگه از کولینگ سرفیس می باشد. پروتکل را که ما در شفاخانه خود تطبیق می کنیم اولین کاری که, که می در نزد مریضا ماینات ما لابراتوری اصون از, از پاسیبل گرفته میشه که در نزد خانه ما بیتا ایچ سی جی فرستاده میشه ارتریال بلادگس سی بی سی امرا با پلیتلیت کواغلیشن پروفایل الیکترولایت امچنان کلسیم مگنیزیم فاسفید گلوکوس امیلیزن لیپیس لیور فانکشن تیس لکت تروپونین بلاد کلچر یورین کلچر و یورین انالیسیس در نزد مریضا فرستاده میشه تاکس سکرین 12 بلیت ایکی جی و چست اکسری، همچنان در نزد مریضا فول سنسر کتتر داخل میشه همچنان سنتر به شکل آی جی و یا به شکل سبکلیوین لاین در نزد مریضا داخل میگرده البته اینجا برای شما یا بندل برای شما نشان میته متاقب سپانتن سرکولیشن به بسیار سرحد یعنی در ظرف ده دقیقه باید که مریضه اسکرین کرده و آی سی او اتندنگ نوتیفای کنند. در ظرف 15 دقیقه اول ماینات خون باید فرستاده شده و همچنان کولت سالین در نزد مریض چالان شوه در سی دقیقه اول باید سنترال لاین به شکل سب و یا آی جی لاین و همچنان فولی سنسنگ در نزد مریض داخل گرده در 45 دقیقه اول باید سرفیس کولینگ در نزد مریض شروع شوه البته در ظرف چهار ساعت اول باید تمپرچر مریضا در حدود سی و دو درجه سانتیگرید باید پایین آورده شود. البته بعد از 12 تا 24 ساعت ریوارمینگ در نزد مریض صورت میگیره یعنی تمپرچر از این مریضا را بعد از 24 ساعت 0.25 درجه سانتیگراد پر ساعت بلند میبرند باید به خاطر داشته باشین اگر به سرعت درجه حرارت از مریض بلند برده میشه باعث الکترولایت ابنامالتی سربرال ادما سیجر و حتی مرگ مریضا شده میدانه دریگراف گراف میتود هایپوترمی را بر شما نشان میتن میوار وای تمپرچر به سنتیگریت نشان میده میوار اکس تایم به ساحت نشان میده معمولا در ظرف چهار ساعت اول تمپریشر مریضا را تقریبا در 32 درجه سانتیگراد پایین می کنند البته تا 24 ساعت معمولا درجه حرارت مریضا را بین 32 تا سی درجه سانتیگراد نگاه می کنند بعد از 24 ساعت ریوارمینگ شروع میشه که درجه حرارت مریضا را 0.25 درجه سانتیگراد پر اور بلند میبرند عوارز جانبی چپوی هایپوترمیا یکی عبارت از انفکشن و دوم عبارت از کواغولیشن ابنامالتی می باشه. وقتی که درجه عرارت مریضا را کمتر از 35 دیگری سانتیگریت پایین میارین کلاتینگ انزایم به درستی فعالیت کردن هم میتونه همچنان پلیتل فنکشن در نزد مریضا پیدا شده بعض اوقات میتونه باعث خونریزی های شدید شوه. اگر در نزد مریضا خونریزی پیدا میشه و یا هموداینامیکلی سیگنفیکند تغییرات در نزد مریضا پیدا میشه باید از هایپو ترمیا جلوگیری شوه دوباره باید درجه ارارت مریضا را از 35 دیگری بلند ببرین همچنان باید به خاطر داشته باشین که هایپوترمیا باعث ابنامل کاندکشن پرولانگیشن کیوتی و بردی کاردیا در نزد مریضا شده میتانه که میتانه منتج به ونتریکولار تکی کاردیا و ویفب در نزد مریضا گرده همچنان مریضایی که توسط تراپویتیک هایپوترمیا تداوی میشن در نزد مریضا هایپرگلیسیمیا دیده شده میتونه که ایجاب انسولین درپ هم میکنه همچنان هایپوترمیا باعث کولت دایوریسیس در نزد مریض گردیده میتونه باعث هایپوولیمیا و الکترولایت امبالانس مخصوصا هایپوکلیمیا، هایپومگنیجیمیا و هایپوفاسفتیمیا هم گرده همچنان باید به خاطر داشته باشیم که مریضایی که تراپویتیک هایپوترمیا در نزد مریضا صورت میگیره میتونه که در نزد مریضا لرزه و شیورینگ پیدا شوه که شما میتونین این مریضا را توسط دپروان و یا پروپوفول انفیوژن تا دی مایکروگرام پر کیجی پر منت تا پینجا مایکروگرام پر کیجی پر منت و یا میدازولم تو تا 10 میلی پر آور و همچنان میتونین در بعض وقایع از نیورو ماسکولا بلاکینگ اجنت استفاده کنین همچنان باید به خاطر داشته باشین مریضایی که توسط های هایپوترمیا تداوی میشه در افروز اول نظر به های نورما ترمیا اختلاطات مثل نومونیا، سپسس، پانکراتایتس، رینال فیلر، پولمونری و در نزد از این بیشتر دیده شده می باشه. البته در ختم از این کیس کوتا و دلچسب از تمام ام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب می کنند اظهار امتنان و تشکر می کنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریدهای های در قسمت هستری فیزیکل اگزامنیشن ماینات لابراتوری اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین آیات یک تعداد زیاد مریضا مردم شریف افغانستان نجات بتین بناهن شریک ساختن این کیسا بین تمام پروفشنل طبی اجر عظیم داشته و جیبه ار افغان شریف می البته یک نقطه دیگر هم خدمت شما حرز می کنم که ما این کیس را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل اینترنت بسازیم بناهن یک سلسله اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و, و اسپیلینگ در اینجا وجود داره ما یقینی کامل داریم با بزرگواری که دارین این ای اشتباهات ما را عفو می کنیم همچنان باید خدمت شما حرص کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفع ما به نظریات امکاری پیشنهادات شما ضرورت داریم لطفا امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک داکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان ناصر اوریا اتیاهو تماس آسل کنید تا کیس های بدی خداوند یار و مددگار شما السلام علیکم